سید قدیم خیام نقاش شناخته شده در بلخ در سن 9 سالگی با هنر نقاشی روی آورد. این تابلوی هنری او که از پوست خشک شده درخت آفریده شده است و به نام نقاشی کلاژ یاد می کند، یکی از آثار ارزشمندی او به شمار می رود. کار میکنیم در موضوع کلاژ. کلاژ شما تصویرهایش دارین که کلاژ به تعریف خودم عبارت از کارهایی است که توسط نباتات خشک شده و عموماً اکثرا از پوستش. خیام میگوید که بیش از نیم قرن است که نقاشی میکند. در این مدت بیش از 400 اثر هنری خلق کرده است. او به این باور است که هنر نقاشی در سالهای پسین مورد بی‌مهری قرار گرفته است. این نقاش در چندین نمایشگاه بیرون از کشور از جمله پاکستان نیز شرکت کرده است. ما مدت 16 سال با تعصب در کشور پاکستان بودم. 16 سال. ولی در اونجا ما که دیدم نسبت به افغانستان مردمی از اونجا خیلی هنر را قدر میکنن. واقعا دولتش قدر میکنن. ما باور بکنیم که در امو پاکستان اکثر افغانهای ما اذیت از طرف پلیس میشن. و ما بخاطر تابلوهای ما چیزهای ما آزاد میگشتیم، هیچ کدام گپی نبود. اینجا نیز شما را از شاگردان او در کارگاه نقاشیش هنر نقاشی را به گونه حرفه‌ای یاد میگیرند. آنها میگویند که علاقه‌مندی زیاده به هنر نقاشی دارند. تقریبا مدت 3 سال میشه که در هنر نقاشی روی آوردم و به خاطر علاقه که داشتم به می خاطر امی هنر را انتخاب کردم و بیشتر فامیلم تشویق میکنه در این عرصه. زیادتر از پنسل کار میکنم به خاطر که شوق علاقم زیادتر در پنسل است و دستم زیادتر در پنسل رو است. من یک نقاشی میکنم، کاردک است، رنگ روغنی است. من یک رنگ روغنی دیگه هم کار کردیم. تابل دو تا نقاشی رنگ روغنی کردیم. نیلاب که دانش آموز صنف دهم است از کودکی به نقاشی روی آورده است و تاکنون چندین نقاشیش در مکتب برخی نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده است. من نقاشی های زیاد دارم، بله البته در چندین نمایشگاه رفتم. یکی دو بار که نمایشگاه رفتم، یکی از میدوتیک بود که میدوتیک بلخ از طرف آلمان بود و همچنان جایزت که او را از طرف آلمان بود. در این میان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از تلاش ها برای رشد هنر نقاشی در این ولایت سخن میگوید. 100 متر مکعب مربع در دیوارهای بلخ نقاشی میشه، توسط یکی از مؤسسات پولش پرداخت میشه و ما از او هماهنگی و نظارت میکنیم و توسط این نقاش ها و کارگاه‌هایی که در بلخ وجود داره به خاطر حمایتی که اینا بتونن سر پای خود ایستا شوند، ما چنین برنامه را در این بخش داریم. این نقاش افغان تاکید میورزد که اگر جوانان از سوی دولت مورد پشتیبانی قرار گیرند، آنها میتوانند آفرینش های هنری قابل ملاحظه داشته باشند و جایگاه افغانستان را در سطح منطقه از لحاظ آفرینش‌های هنری بلند نگه دارند. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.